سلام به دوستای عزیزم، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و یادتون نره که ما الان امروز نیاز داریم به سابسکرایب کردن شما، چون که با لایک، سابسکرایب و کامنت گذاشتنتون ما خیلی پیشرفت میکنیم و میتونیم خیلی بهتر و مفیدتر براتون فیلم بگیریم. اصل ماجرا امشب برای من یه برنامه چیدن که من ترشی بخورم و عکس العملم چیه. دقیقاً ما رفتیم شمال، البته نصف بیشترش من خوردم، این چون که مهداد اصلاً کلاً ترشی نمیخوره. میخوام یه معجون خفن براش درست بکنم بخوره، ببینم عکس العملش چیه. حالا به نظر تو مردا بیشتر ترشی دوست دارن، لواشک دوست دارن، یا خانم‌ها؟ اصولا زنا بیشتر دوست دارن، خانما بیشتر دوست دارن، چون مثلا تو دوری بارداری خب این ترشیجات رو زیاد دوست دارن. نه فرق نمی کن دوری بارداری و غیر بارداری. دیگه حالا ما کلن ترشیجات دوست داریم. ترشیجات دوست داریم. بذاریم من اینو از نزدیک نشونتون بدم دقیقا میخوام چیکار بکنم. یک عدد لواشک و از این انار میخوام بریزم داخلش. مهدا این اناره رو من دونش میکنم میذارم کنار. بعد چیکار میکنم؟ هی گفتی نمیدونم، شما گفتی که میخوای که منو تست کنی. آره مهدا تستر منه، همونطور که توی فیلم های دیگه هم دیده بودین مهداد اصولا تستر من. حتی اینجا نیمو هم دارن، حالا ببینیم همه چی میخوایم بزنیم. میخوایم انار بزنیم، میخوایم لیمو بچکونیم، دیگه نمک بزنیم. اگر گفتیم که این انار مال کجاست؟ این انار اطراف اصفهان، شهرزا، اناراش خیلی معروفه و فوق‌العاده خوشمزه است. این و این به این صورت. به به دهنتون آب نیفته. این چیه؟ الان این درشو باز کن. رب اناره. رب انار یادم رفته. یعنی میخوای رب انار بهش اضافه کنی؟ البته. یس. خیلی ترش میشه. کم و یک مقدار کم نمک کافیه. اینو به این صورت ما لوله میکنیم. من اینو بخورم؟ آره دیگه، پس میخوایی چیکارش کنی؟ ببین قراره هم من اشکال نداره، منم تست میکنم، هیچ مشکلی نداره. ترجیح هم به اینه که دقیقا بری نصفش کنی؟ بری جلوی دوربین بخوری که ریاکشنت رو قشنگ ببینن. من اصلا اینجا میخورم. بخوریم؟ آره. خب دوستان حالا ببینیم ریاکشن ما نسبت به این خوردن این ترشی، این لواشک چیه. حالا ببینم تو ترشی میخوری یا من ترشی میخوام. بفرمایید. یکم بیردی من بریزم. عالیه، فوق‌العاده است. فوق‌العاده خوشمزه است، ولی واقعا با من سازگار نیست. ولی ترشیش خوب بود. نه خدای خیر ترشی. خب پس من باز بهتر خوردم، چون من خورد دادم. خورد دادی؟ آره. خیلی بدجنسی. خب دیگه فکر کنم من برنده شده باشم. خیلی ترش بود؟ آره. اصلا ترش نبود؟ آره. خب پس معلومه آقایون هم ترشی دوست دارن. آره. اوکی. خیلی هم عالی. تا اینجا من زایه شدم. دوستای عزیز من یه سوال دارم که حالا چون بحث خانوما و آقایون شد ببینیم که آقایون چی بیشتر دوست دارن. حالا تو میشه که تو هر زمینه ای گفت، ولی حدسی اگر تو بزنی خب امشب جایزه داری.
یعنی چی آقایون چی بیشتر دوست دارن؟ تو چه زمینه ای؟ خب مثلا شما گفتی ترشی، آقایون خانوما بیشتر از آقایون دوست دارن. حالا من میگم آقایون بیشتر چی دوست دارن؟ زمینه شو من بگو. آره. من حدس بزنم. شما بپرس. مثلا تو زمینه غذایی، تو زمینه رنگ باشه. آها، پس غذایی. رنگ هم داره. آره. آها، رنگ هم داره. خب غذای دیگه رنگ داره. خب تا پنج مورد میتونی سوال کنی. خب باشه. سبز رنگش میتونه سبزم باشه. میتونه سبزم باشه. آره. تنده؟ نه. تند نیست. شوره؟ نه. شیرینه؟ پنج تا قرار شده. پنج تا؟ آره. خب حداقل پس اینو بگو. تند و شیرین. میشه گفت مزه داره. مزه شیرین. خب اینا همشو میگه یه مزه. آره حالا. شیرین. میگه مزه داره. خب رنگم سبز که نبود. میتونه سبزم باشه. میتونه سبزم آره باشه. آره میتونه باشه. میتونه زیتونم باشه. خب زیتون که نیست. نه. خب. دو تا دیگه میتونه بپرسی. ریمونیس. نه. خیار. نه. خب حدست که اشتباه بود. خب بده 66. میخوام امشب یه پیک شراب بهت بدم. به به چه میکنه مهداد. و بخوریم که مرسی. بدون آقایون چی دوست دارن؟ مرسی. خانم هم دوست دارن البته ها. ولی مهداد خیلی خوب اومدی. بده 66. واقعا. خب مهداد یه فیلمی چند وقت پیش با هم دیدیم، بعد خانمه داشت میگفت که شراب عاشقا خیلی خوشمزه میشه. آره واقعا واقعا این شراب شراب عاشق است. اینم جایزه شما. ولی حدسش رو نزدی که من چقدر اونجا رو دوست دارم. حالا دیگه شما از من بپذیر. به سلامتی خودمون که حداقل پایان نامه هم نشدیم ازمون دفاع کنن. سلامتی همه دوستان. سلامتی. خودم ازت دفاع میکنم. مرسی. خب خوب بود؟ عالی. دوست داشتی؟ فوق‌العاده است. دیدی نتونستی حدس بزنی؟ حدس میتونستم بزنم ولی فکر نمی‌کردم اینو بگی. خب دیگه فکر کردم مثلا یه غذا میگی واقعا. خب میشه غذا باشه؟ میشه خب حتی چاشنی غذا باشه؟ نمیتونیم به عنوان ناهار و شام بخوریم. چرا میشه کنار کنار ناهار، کنار شام، صبحانه میشه با سه وعده میکسش کرد و خورد. خوبیش به اینه که شراب دستسازه و از میوه بهشتی گرفته شده، از انگور. و این رنگ شراب من خیلی دوست دارم. کیا دوست دارم؟ واقعا الان شراب شراب شیراز باشه. آفرین. صورت سنتی گرفته واقعا شده باشه. واقعا الان این شراب سابسکرایب نداره، این شراب لایک نداره. اون زنگوله رو بزن دیگه. این زنگوله نداره. دست درد نکنه. خب نه دستم دست خودت درد نکنه. حالا من میخوام یه چند تا سوال بپرسم. بفرمایید. اولین سوالم اینه که نظر در مورد الکل چیه؟ الکل واقعا نظر در مورد الکل چیه؟ آره. چه سوالی یه دفعه‌ای بود. چون الان محفل الکله. ببین من هیچ مشروبات الکلی رو به نظرم خوشمزه تر از شراب نمیبینم. یعنی شراب جز خوشمزه ترین نوشیدنی های الکلیه. البته آبجو هم خوشمزه است ولی شراب رو ترجیح میدم. در کل هر چیزی افرادش بده، اگه زیاده رای بشه بده، ولی من اینو میپسندم. عرق و اینا اصلا نمیپسندم. خب نظر کلیت بود. آره. بچه چون گفتن مستی و راستی پس معلومه از تایی دلش گفت. آره به خدا. یادی هم بکنیم از زکریای رازی، خدا پدرشو بیاموزه، که بچه ها رو به راه راست هدایت میکنه و شادشون میکنه. دستش درد نکنه که الکل رو کشف کرد. خب
و حالا ولی سوالت جالب بوده. آره دیگه، محفل محفل مشروبه. آره الان خب حالا یه سوال دیگه دارم. بفرمایید، دو تا سوال بپرسی. چیه منو بیشتر دوست داری؟ یعنی اگه بخوام به سرعت برق و باد جواب بدم، یه رنگ بودنش، مهربون بودنش، صادق بودنش، یعنی ترس از گفتنه ترس از گفتنه واقعیت تلخ نداره. خیلی خوبه، من این رو خیلی میپسندم. تو مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم، تو وفادارترین مردی هستی که تا حالا دیدم. چی گفت؟ خب برای من که اینجوری بوده. خب من یه سوال دیگه ازت میپرسم. خب بله، شخصی نباشه لطفا. آره، چه ترسی داری؟ آها آها، از چی بیشتر میترسی؟ از توی زندگی مثلا ترسی داری؟ کلا یکی از بزرگترین ترس های من از دست دادن کسایی که دوستشون دارم. ببین سر، یعنی وقتی ازم یه همچین چیزی بپرسی، اولین واژه‌ای که به ذهنم میاد از دست دادن عزیزه. دور از جونت، دور از جونت، ولی واقعا همینه. یعنی به نظر من تلخ‌ترین اتفاق برای هر آدمی همینه. ولی ترسی که حالا فوبیا بخوام بهش بگم، ترس از تاریکی دارم. من اصلا جای تنگ و تاریک دوست ندارم بمونم. منو هیچ وقت جای تنگ و تاریک نندازی. چراغ رو خاموش کنم. من برقا میره، یا مثلا شبایی که مهرداد خونه نیست، من یه چراغ توی خونه روشن میذارم، بعد میرم میگیرم میخوابم. خب من سه تا سوال پرسیدم. بله. حالا شما میتونید بپرسی. خب تو به من بگو که دقیقا چه چیزی میتونه خیلی خوشحالت کنه. یعنی چه چیزی میتونه منو خوشحال کنه؟ حالا میتونه هر چیزی. ببین بستگی به شرایط داره. خب تو هر شرایطی میتونه آدم خوشحال باشه، میتونه ناراحت باشه. این نمیشه فقط کلیک کرد روی یه چیز خاصی. ولی تو هر شرایطی هر فردی میتونه خوشحال باشه، میتونه غمگین باشه، میتونه سکوت کنه، میتونه فریاد بزنه. دیگه کلن نه، به مثلا من مثلا چی خیلی خوشحالم میکنه؟ کادو. کادو خیلی خوشحالم میکنه. خب عرصه وجود من که برای شما کلن کادوه. بگی کلن کادو پیچ شدی. خودم کادوت کردم. تعریف کنم. خب ولی کلن خوشحالی من در کل خوشحالی تو که همیشه بخندی. آره. و آرامش داشته باشی دو طرف، این خیلی منو خوشحال میکنه. و برای هم آرزو میکنم که همیشه شاد باشین و بخندین. عزیزم دقیق کردین، مرداد توی همه ویدیوها برای همه تون آرزوی خوب میکنه. همش میگه امیدوارم خوشحال باشین، امیدوارم هر جا هستین سلامت باشین، امیدوارم بهتون خیلی خوش بگذره، به سلامتی همه تون. دقیق کردین چقدر مهربونه. پس به سلامتی همه تون. عزیزم خیلی مهربونه مرداد. بچه ها کامنت کنید ببینید این فلسفه به هم زدن پیک های مشروب چیه، ببینیم کی جواب میده. آفرین. و به نظر من خیلی 100% داره. ولی هیستوری اونایی که اهل حالا محفل مشروب باشن بیان کامنت بذارن، بگن که این علت این که ما میگیم به سلامتی و به شیشه میزنیم علتش چیه. آفرین، این خیلی خوبه. آره این خیلی خوبه. حالا بذار من یه سوال دیگه بپرسم. بذار یکم بخورم. آفرین، بخور جواب درست بدی. خب چه چیزی؟ زیتون شماله بچه ها، جاتون خالی، خیلی خوشمزه است. یعنی اگه شمال میرید اگر زیتون نخرید واقعا اشتباهه. ما مثلا اون مقداری که خریدیم خب به اندازه مصرفمون بود، همش داریم میگیم ای کاش بیشتر خریده بودیم. چه چیزی از من میدونی که آزارت میده؟ آزارم میده؟ آره. شخصیتی یا هر چی، میتونه هر چی باشه، اصلا لباس پوشیدنمه، آرایش کردنمه، اخلاقمه، هر چی.
میتونم بگم که خیلی موهاشو سشوار میکشه. هی بهش میگم بیا بریم کار داریم. مرداد باورم نمیشه همچین چیزی به ذهنت رسید. واقعیت رو گفتم دیگه، مسیح راستی خیلی سشوار داغ میکنه. آبرو برای من نذاشت. موهای من فره، موهای من فره، اگه سشوار نکنم اینجوری میره تو هوا. ولی خیلی جواب قشنگ بود. آره دیگه واقعیت رو خواستی بگم. آره خب حالا تموم شد؟ نه یه سال دیگه. خب دو تا نه سه تا شخصیت خوب از من بگو. یعنی سه تا کلمه بگم چجوری؟ آها خب سه تا صفت خوب. سه تا صفت خوب. کلا تو همه صفاتت خوبه. متشکرم. ولی حس آرامش و اینکه دوست داشتن واقعی و مهربونیش. عزیزم اینو واقعیتشو گفتم که همیشه هم بهت گفتم. عشقتم. فدات شم عزیزم. من ما یه چیز خیلی خوبی که داریم اینه که خیلی از اخلاقمون شبیه همه. یعنی صفاتی که داریم واقعا من و مهداد صفت مشترک زیاد داریم. مثلا اینکه زود عصبانی میشیم به خاطر اینکه مهربونیم، یعنی یه سری انتظارها رو نداریم و زود عصبانی میشیم. جفتمون مهربونیم، جفتمون زود رنجیم، جفتمون دستپختمون خوبه، جفتمون چپری هستیم به قول مهداد. چپری یعنی چی؟ یعنی که واکنش سریع. یعنی سریع کارمون رو انجام میدیم و خیلی چیزهای فیرس. دیگه چکو و خیلی چیزهای دیگه و همین وجه اشتراک زیاد داریم. خب و نکته ای که میخواستم بگم این بود که دوستان، میشه گفت خانواده ها، نزدیکان، واقعا آدم ها رو قضاوت نکنیم، دل آدم ها رو نشکنیم. وقتی یه چیزی میشنویم باید زود قضاوت نکنیم و اینو واقعی دارم میگم، حتی در مورد خودم، در مورد همه دارم میگم. اول حرفامون رو واقعا سنجیده بزنیم و بهش فکر کنیم. یه حرف میتونه یه عمر یه آدم رو تو سکوت، تو فاصله نگه داره. خیلی بهش فکر کنیم وقتی حرف میزنیم. من که خودم سعی کردم این یکی از اصول زندگیم باشه، هیچ کس رو قضاوت نکنم. همیشه میگم که دل شکوندن راحته، دل به دست دل کسی رو نمیشکنم، حتی اگر که طرف بهم دشمنی کنه دلش رو نمیشکنم. برای همین میگم مهداد خاطر همین میگم که واقعا با حرفامون دل کسی رو نشکن، حالا هر کی میخواد باشه، یه غریبه باشه، یه حرف واقعا یه عمر یه آدمو تو سکوت و تو فاصله نگه تلخش کردی. به سلامتی خودتون. سلامتی عزیزم. حالا که همیشه کانون گرم خانواده باشه. ایشالله. دوستتون داریم. همیشه توی شادی غرق باشین. توی پول و شادی و سلامتی غرق باشین. مواظب خودتون باشین. قدر لحظه لحظه هاتون رو بدونین. و آرزوی سلامتی برای همتون دارم. خدا نگهدار. یادتون نره سابسکرایب کنین. سابسکرایب یادتون نره. دوستتون داریم. خوردی؟ آره خالیه. خالی هم که باشه سلامتی میاره. سلامتی عزیزم.